د شتمنۍ خبرونې قدرمنو لیدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خوشحاله یم چې زه فرحناز لکوزی د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوی یم. تېرې خبرونې تاسو لیدلې دي چې موږ بېلابېلو شرکتونو ته تللي وو، د الویرا شرکت و، د هغې تر څنګه د مربا او دې ته ورته د اچارو شرکت و. اوس هم موږ فابریکې ته راغلي یو. دا فابریکه ده په هیواد کې تر ډیره دغه زمینه زموږ پانګوالو ته برابره شوې ده چې دوی دلی راسي افغانستان کې پانګونه وکړي او بېلابېلو برخو کې. نو تاسو به تر ډیره په دې وروستیو کې لیدلی اوسي چې زیرفرشانې یا پوم په د ښار په دوکانونو کې خرڅېږي. دلی دغه فابریکه چې ده دوی هم توشکې تولیدوي د تختونو دپاره او هم پوم تولیدوي چې موږ په کورونو کې د فرش لاندې ورڅخه استفاده وکړو. تر ډیره به موږ چې فرشونه وارول د ځینو نورو توکو څخه به موږ استفاده کوله تر څو هغه زموږ فرش خراب نه سي یا دې ته ورته نور مسایل ول. خو اوس خوشبختانه دا د خوښۍ ځای دی، د خوشحالۍ ځای دی چې زموږ په هیواد کې دغسې یو فابریکه لومړنۍ فابریکه ده چې په فعالیت یې پیل کړی دی او دوی توشکې او دېرته ورته پوم تولیدوي چې په ډیره یې فکر کوم چې مینوال به هم ډیر زیات وي، ځکه دا ډیر راحته دی. موږ کولی سو چې اول خپله کوټه پاکه کړو، لاندې ته لاندې پوم اوار کړو، بیا له پاسه پرې فرش اوار کړو، راحته وي ډیر زیات. دا به وینو چې دغه توشکې او دغه زیرفرشیانې څنګه تولیدیږي، د کومو موادو نه مواد د کومه کیږي، بالاخره د تولید برخه کې څنګه ده، د کومو ماشینونو استفاده کیږي چې بالاخره یوه توشکه تولید شي یا یو پوم تولید شي، بیا بازار ته څنګه عرضه کیږي، بازار کې بازارموندنه ورته څنګه ده، هیوادوال ورته څومره لیواله دي چې له دې څخه استفاده وکړي. دا ټول په نننۍ خپرونه کې من رانغښتې دي. تاسو هم زموږ سره ملتیا وکړئ، ورځو د لومړنیو موادو په لور چې لومړني مواد کوم دي چې دوی ورڅخه استفاده کوي. تاسو هم زما ملتیا وکړئ. شتمنۍ خپرونې قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه مو چې تاسو ته ویلې، نننۍ خپرونه به یوه کاري خپرونه وي او داسې خپرونه به وي چې ډېره زیاته به جالبه وي. تاسو به تر ډېره نوي داسې یو شی ووینئ چې په افغانستان کې تولیدیږي. موږ زه چې کله راځم فابریکو ته او داسې حالات ګورم، ډېره زیاته خوشحالیږم په دې چې شکر خدایه، دا د شکر ځای دی چې زموږ په هیواد کې زموږ سرمایدارانو دغه زمینه برابره کړې ده او هم د کار زمینه برابره کړې، ځوانانو ته هم یو نوی شوی تولیدوي او موږ ورسره آشنا کوي. نو موږ چې کوم څه تاسو ته چې تاسو په تختونو کې ورڅخه استفاده کوئ، د کور د پاش لاندې ورڅخه استفاده کوئ، نو هغه دغه مواد دي چې په دې بوجیو کې دي. تاسو به وروسته مواد هم در وپېژنو. خو همدغه مواد د دې سبب کیږي چې تاسو د تخت توشکه تولیده کړي او تاسو ته د زیرفرشي تولیده کړي، د هغې تر څنګه به د دې موادو په اړه هم پوښتنه کوو چې دا د کوم هیواد نه راځي، څنګه مواد دي او دغه څنګه تولیدیږي. لا نورې ډېرې خبرې اترې لرو، خو علی جان هم آماده دی چې د دې موادو یو څو شاټونه تاسو ته واخلي. دا شاټونه په ګډه سره وګورئ. خپرونه دوام لري تر پایه. زما ملتیا وکړئ. د ژوندون نړیوال رادیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې مې تاسو ته وویل چې نننۍ خپرونه به زموږ ډېره زیاته جالبه وي، زه غواړم داسې امیانه مخ ته لاړه سم، عادي مخ ته لاړه سم او د دې ټولو په خبرو باندې تاسو وپوهوم. تاسو چې کوم مواد زما په لاس کې وینئ، دا به پوښتو چې دا مواد د څه نه جوړیږي، د کوم هیواد نه راځي، څنګه راځي، په وارداتو کې څومره ستونزې او مشکلات دي او د هغې ته څنګه نو
تاسو چې د تختونو استفاده کوئ، زیر فرشیانو استفاده کوئ، هغه هم دغه مواد دي چې کاریګر لګیا دي دلته کار کوي، او تاسو ته به د دې په اړه معلومات درکړي. د دې پار د دې فابریکې یو مسؤول سره په خپرونه کې دی، نورې په پوښتنو کې هغه څخه لرو. تاسو هم ملتیا وکړئ، وګورئ چې دا موږ کومې پوښتنې لرو او دوی څنګه ځوابوي، تر څو د دغه تولیداتو په اړه ستاسو پوښتنې هم ځواب شي. ملتیا مو وکړئ. قدرمن لیدونکو، لکه څنګه مو چې تاسو ته وویل چې د دې فابریکې یو مسؤول به راځي، موږ سره به د خپرونې تر پایه ملتیا کوي د دې تولیداتو په اړه، د دې ماشینالاتو د کارونو په اړه، او بالاخره چې یوه توشکه او د دې تر څنګ زیر فرشي یا کوم څنګه تولیدیږي، د دې په اړه به ټول پوښتنې زموږ همدې کس ځوابوي چې موږ سره دلته تشریف لري ولاړ دی. دی به راته لومړی خپل ځان معرفي کوي، او بیا به راته د نورو پوښتنو ځوابونه هم راکوي. سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیون ژواندون. شما رو خیر مقدم میگم به فابریک تولیدی فوم هدایت احمدی. اسم من حریف الله مجدال هستم، مدیر شرکت تولیدی فوم هدایت احمدی. ډیره زیاته مننه مدیر صاحب، کورودان سلامت اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو موږ راسو په خپرونه کې له تاسو سره یو څو دقیقې اوسو او ستاسو تولیدات در وپیژنو. تشکر مدیر صاحب، زنده و سلامت باشین. زه به په دری وغږېږم ځکه مدیر صاحب په پښتو کې مشکل لري. مدیر صاحب براته د فابریکې په اړه وایي، فابریکه د کدام سال به کار آغاز کده و چند سال میشه که کار میکنه؟ فابریکه تولیدی فوم هدایت احمدی برای اولین بار در سال 1392 واقع حوزه نورم شهر کابل آغاز به فعالیت کرد. در سابق ما در افغانستان هیچ فابریکه فوم وجود نداشت. ما از کشور همسایه کشور ایران فوم وارد میکنیم به افغانستان، اما انگیزه این خدمت گذاری و خواستیم که کشور به سوی خودکفایی بره، ما ماشینالاتش از کشورهای همسایه کشورهای ایران، ژاپن، چین و کره خریداری کردیم و خوشبختانه که در سال 1392 آغاز به فعالیت در خود افغانستان کردیم و الحمدلله که امروز تمام نیازمندی های که افغانستان در عرصه توشک داشته باشه، فنگول داشته باشه، مرفوع شده و ما در خدمت هموطنان عزیز خود قرار داریم. د ژوندون نړیوال رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو، اوس هم مدیر صاحب له موږ سره په خپرونه کې دی او دا مو راګیر کړی دی. ډیر سوالونه ترې لرو د دې فابریکې په اړه، ځکه ماته هم ډیره زیاته جالبه ده چې زه نن داسې یو فابریکې ته راغلی یم او خوشحالیږم چې زه ګورم چې زموږ په هیواد کې دغسې فابریکې جوړیږي او سرمایه ګذاري کیږي. مدیر صاحب، دا رابطه به مواد خام بگوین، مواد خام از کجا میارین، مواد خام از چه جور میشه و از کدام کشورها داخل وارد میکنین؟ این موادی که شما میبینید، از این مواد که ساخته میشه، این مواد پلیتین نام داره، از کشور همسایه کشور ایران وارد افغانستان میشه. بعد افغانستان ما با ما علی خون تولید میکنه. شتمنی خپرونه ده او زه هم په فابریکه کې یم. دا چې په کومه فابریکه کې یم، په لومړۍ برخه کې مې تاسو ته معرفي کړه چې دین توشکو د تولید او زیر فرشی چې کوم ورته وایي هغه تولیدوي. موږ به هم ورځو، ورو ورو نو خپل کار ته ادامه ورکوو، ورو ورو کار کوو، ګورو چې لومړنۍ مرحله کوم کارونه سرته رسوي او لومړنۍ مرحله کې څنګه د موادو نه استفاده کیږي او دغه مواد چې دلته دي دا په څه باندې بدلوي. په دې پار به مدیر صاحب له موږ سره وي، هغه به د خپرونې تر پایه موږ ته معلومات راکوي. تاسو هم زموږ عملتیا وکړئ، ورځو د همدې ماشین یو څو شاټونه علی جان راخلي او تاسو یې هم لیدونکي اوسئ چې دا ماشین څنګه کار کوي. بیا بیرته راګرځو، شتمنۍ خپرونه دوام لري.
شتمني خپرونې قدرمن لیدونکو علی جان نه مننه چې تاسو ته یې د لومړني ماشین په اړه معلومات یا په تصویري بڼه در وښودل، ځکه چې تاسو تصویرونه ولیدل او پوه شولې چې دغه ماشین کوم کار سرته رسوي. په تصویر کې خو مو ولیدل، اوس مدیر صاحب له موږ سره دی، دی به د دې ماشین په اړه موږ ته معلومات راکړي چې دا ماشین کوم کارونه سرته رسوي. مدیر صاحب، د رابطه عامی ماشین دی که د بکګراوند ماسه یا کمی معلومات بودین ماشین کدام کارا انجام میده؟ در ابتدا ما شما مواد پتروشیمی دیدیم که از کشور ایران وارد افغانستان میشه، چون که افغانستان این توانمندی رو نداره که مواد پتروشیمی بسازه. مواد پتروشیمی رو وقتی که ما انداختیم آماده شد، میریم بعضی کارهای ابتدایی دیگه است، موادی که اولی است رو آماده میسازیم. گلیسرین است، گاز است، آب است، و اول ماشین می پیش از این به مدت 2 ساعت پیش از اینکه ما ماشین روشن کنیم، این گرم میکنیم. المنت داره، المنت به مدت 2 ساعت گرم میشه. وقتی گرم شد، مواد اولیه ما آماده بود، ماشین روشن میکنیم. وقتی که ماشین روشن کردیم، این مواد اولیه به شکل اتومات ماشین ما فول اتومات به این ماشین می ماشین تولیده، باز از این قسمت فول تولید میشه. مدیر صاحب، در رابطه ماشین خو گفتین مواد تن با چند رنگ است، از چند رنگ استفاده میکنین؟ مثلا یک زیرپرشی یا پوم که تولید میشه از چند رنگ استفاده میشه؟ مواد پلیدین از کشور ایران وارد افغانستان میشه، در ابتدا به رنگ سفید میباشه، سفید خالص میباشه، اما رنگ های طبیعی در بازار وجود داره، به هر رنگی خواسته باشیم باز ما رنگ همراه از این مواد مخلوط میسازیم، باز به هر رنگی پوم خواسته باشیم تولید میشه. سلامونه و نیکی هیلی هغو هیوادوالو تا چې دمګړی له موږ سره یو ځای شول په خپرونه کې او د شتمنۍ خپرونې لیدونکي شول. تاسو به اوس د خپرونې سره یو ځای سوي یاستئ. موږ فابریکې ته راغلي یو، دلې دغه هلته توشکې او زیرپرشیانې یا کوم تولیدیږي. نو اوس هم موږ دوام پړاو ته ځو د خپرونې. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ چې دوام پړاو کې کوم کارونه سرته رسیږي. درمونو لیدونکو، دا واقعا سور دی، زما لاس یې وسوځوه او که تاسو دلی دلته وایئ نو تاسو به لیدلی وای چې دا څومره حرارت لري او څومره زما لاس سوځوي. وګورئ چې څومره زحمت بستل کیږي په یو شي باندې چې تولیدیږي. خپرونه به لا هم نوره جالبیږي، ځکه چې دلته زما لاس سوځېده. اوس به هم ورشو موږ نورې برخې سره ګورو، تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. د ژوندون نړیوال راډیو ټلویزیون قدرمن دونکو، موږ چې څنګه ګورو د زیرپرشی آماده ده، خو دې ته آماده نه ده چې دا بازار ته وړاندې شي یا بازار ته مثلا دا عرضه شي تر څو هیوادوالو څخه استفاده وکړي. مدیر صاحب له موږ سره دی. مدیر صاحب موږ ته دا وایي چې مدیر صاحب چقه مدت باید د ګودام مانه بعد از او استفاده شوه؟ ما وقتی که پوم تولید کردیم از بخش تولید میبریم بر ګودام ما، در ګودام به مدت 2 هفته یا 3 هفته باشه، هر چه زیاتر از 3 هفته یا 2 هفته باشه بهتر تر میشه، چون که گاز از بین میره و مستحکم میشه و کیفیتش بسیار عالی میشه. خپرونه قدرمنو لیدونکو، شتمني خپرونه د مګلا فابریکه کې یو. تاسو دغه بیک ګراوند کې چې د ماشین ګورئ،
دا توشک برشوی تر سو جوړول ته ماده سي مدير صاحب د دې ماشين په اړه مخته معلومات راکې چې دا ماشين کم کارونه سر ته رسوي مدير صاحب د رابطه امي ماشين بر ما صحبت داشته باشین کې هی ماشين چی قرار انجام می ته کوم قرار می کنه ما از بخش تولید وقتی که دیدیم وقت کوم آماده میشد کنگول آماده میشد بعد به گودام برده میشد چون که یک مدت زمان از سرش سپری شد و گاز از جد بین بره و هم مستحکم شد چرا از بین رفتن گازش سبب مستحکم شد زیاد این میشد این توشکار ما شما که میبینیم این تمامیش از چند کنگول یک جای شده و تشکیل شده این کنگول ها در گودام به مدت دو هفته سی هفته زمان از سرش سپری شده و به ماشین دوبلا آورده شده در ماشین دوبلا چند کنگول یک جای با اثر درجه حرارت و فشارهایی که وجود داره یک جای میشه و سبب تشکیل یک توشک میشه ما میتونیم توشک بسازیم که به تصویر میبینیم مشما توشک آماده است د شتمنۍ خبرونه قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې مدیر صاحب په لمړی کې مکتوب ویل چې کله یو زیر پرشي یا کوم تولیدیږي هغه باید سو ورځې یا مثلا سو هفتې په ګودام کې پاتې شي هغې نه وروسته بیا دوی راوړي دلته بیا دوباره دوی د ماشین په ذریعه آماده کوي دا اوس آماده ده چې بازار ته عرضه شي مدیر صاحب به د دې په اړه راته معلومات راکړي مدیر صاحب دا رابطه به ی زیر پرشي برم بگوین کې آماده شده به بازار بخیر میره قسمی که در بخش توشک سازی دیدیم ما شما گفتیم که چندین کنگول یک جای به اثر درجه حرارت و فشار خارجی با سبب ایجاد توشک میشه توشک میسازیم همین قسم کنگول های ما یک مدت زمان در گودام سپری میشه دو هفته سه هفته اثر ازی میگذره باز ما میاریم میشه به بخش دوبله وقتی دوبله کرده میشه آماده تولید می آماده عرضه به بازار میشه این کنگول که شما میبینه یا آماده عرضه به بازار است و از این میتونن در زیر پرشی های منازل استفاده کنن د خبرونه ورستی شبی دی موږ هم را رسیدلې یو توشک هم تاسو ګوري چې تاسو د توشک شارټ ولیدو چې څنګه جوړاسو او څنګه یو توشک جوړیږي لا ډیر نور معلومات د مدیر صاحب موږ ترا کی چې یو توشک څومره وخت نیسی او د ماشین کوم کارونه سرته رسوي مدیر صاحب خپل معلومات له موږ سره شریک کړي مدیر صاحب میشه در رابطه امی ماشین و توشک بر ما کمی صحبت داشته باشین بله ما دیدیم در بخش دوبله ما وقتی که ماشین چند فنگول یک جای دوبله میکرد و توشک ساخته میشد بر بخش توشک سازی ما میاره میره در بخش توشک سازی ما اول ایره سرشکاری میکنیم وقتی که سرشکاری کردیم تکیه ایره سرش هموار میسازیم چرا چون که سرش اگر ندهیم باز این غلط میاد خوبش نمیاد باز
از سبب از ناراحتی مشتری ما میشه. دیگه شریج زدن از این هم خوب است که خیلی نمیشه و هم مستحکم میباشه. وقتی که ایرا آوردیم با شریج زدیم میاریم به بخش خیاطی ما. در بخش خیاطی ایرا میدوزیم باز میریم در بخش پلاستیک. بله قسمی که بیشتر ما شما در بخش دوبله دیدیم چند فوم رول یک جای میشد و سبب تشکیل یک توشک میشد. تشکیل آماده میکردیم، توشک آماده میساختیم. وقتی که دوشک ما آماده شد ما میاریمش به بخش دوشک سازی. در بخش دوشک سازی ما ابتدا شرشکاری میکنیم، میشه وقتی شریج زده میشه، بعد میاریم به مرحله دوخت. در مرحله دوخت ماشین داریم اینجا، استادکارای مجرب داریم، باز این رو میدازن و آماده عرضه و بازار میشه توشک های. خبرونه قدرمندین کو ورسته شرطونه د دې خبرونه تاسو ولې د توشک آماده ساده غد از موږ په بیکګراوند کې ده رازو ورسته پختنه به موږ دا وی چې مدیر سی براته ده پختنه جواب کې چې د دوی په فابریکا کې څومره کسان کار کوي او دغه خلک څومره د خپل کار نه راضي دي. در فابریک ما فعلا حدود 40 نفر کارگر داریم. در گذشته در حدود 70-80 نفر کارگر داشتیم، چون که مرض مهلک کشنده که دامنگیر جهان بشریت شده سبب از شده که بازارهای اقتصادی برکود مواجه شود. در فعلا الحمدلله از هم الحمدلله خوب از بازار ما در حدود 40 نفر ما کارگر داریم و روزانه توشک ها و فومرول ها به بازار عرضه می کنیم و کارمندان ما الحمدلله از کارشان از فابریکا راضی هستن. مدیر صاحب در رابطه کسایی که امرتان کار میکنه در رابطه او صحبت داشته باشین. بیایم چقدر مشکل است که یک سرمایه گذار ما میاید افغانستان سرمایه گذاری میکنه، چقدر یا مشکلات دارن و بازم میخواین در اینجا باشن یک فابریکا جور کنن تا زمینه کار با دیگر جوانا هم برابر شوه و اونا هم کار کنن. چقدر اینمی فابریکا دارای ما راضی هستن، چقدر دولت هم راضی کمک کده نکده؟ الحمدلله امروز قسمی که ما شما میبینیم کشور عزیز ما افغانستان رو به انکشاف است و در حال توسعه است و نیازمندی هایی که داشت آهسته آهسته نیازمندی هایش مرفوع میشه. در گذشته این قسم نبود و تمام تجارای ما از کشورهای همسایه و کشورهای خارجی اموال به افغانستان انتقال میدن وارد میساختن، اما بنابر بعضی موضوعاتی که وجود داشت الحمدلله امروزه تمام سرمایه‌دارای عزیز ما با امو انگیزه و مفکوره که داشتن، انگیزه و مفکوره خدمتگذاری، با سرمایه هنگفت یک فابریکات ساختن در افغانستان، آمدن سرمایه گذاری کردن در داخل افغانستان که اقتصاد افغانستان بالا بره و در ضمن طبقه افغانستان، طبقه کارگر افغانستان هم در کار شوند. خبرمندون کنو دی خبروانی ورستوی شی بیدی فقط دی یو سوال کولو حق لرو چی یو پختنه وکو پختنه با دستی وی چی مدیر سی با مکتا د توشک جوړولو په اړه معلومات را کې د دوی قراردادونه څنګه دي، حکومت ورسره قرارداد کوي نه کوي، او بل اخره دا په کومو شیانو کې ورڅخه استفاده کیږي یو دا سوال، او دوم دوی کوم پیغام لري خپلو هیوادوالو ته. مدیر صاحب اول خو میایم در رابطه به استفاده از بار ما یکم صحبت داشته باشین، قرارداد دارین ندارین، دوم و سیوم از هموطنای ما چی تقاضا دارین؟ توشک هایی که ما شما میبینیم موارد استعمالش بسیار زیاده، کاربرد زیاد داره. اینا بر این توشک ها مربوط تخت های خواب است، بر عروسی استفاده میشه. ما رو به مناسل هم توشک میسازیم، چپرکت های اردوی ملی، شفاخانه ها، امنیت ملی و تمام مواردی که توشک نیاز داشته باشه ما قادر هستیم که
برشان تشک ارائه کنیم. اما بدبختانه که دولت هیچگاهی همراه شرکت ها قرارداد نمی کنه، بلکه همراه شرکت های لوجستیک قرارداد می کنه که با پول هنگفت این قرارداد رو بر اونا می ده. باز اونا بعضا از کشورهای خارجه وارد می سازن، خب از تولیدات داخلی باز شرکت های لوجستیکیشان استفاده نمی کنه. باز این توشک ها رو ما که می گیریم، پیام ما به تمام صنعتکار افغانستان ایست که صنعت افغانستان رشد بتن و اقتصاد افغانستان به قله‌های بلند موفقیت برسانن. و پیام من برای تمام هموطنان عزیزم ایست که تولیدات وطنی را رشد بتن و پشتیبانی از شون از استفاده از تولیدات وطنی کنن. چرا استفاده از تولیدات وطنی سبب شکوفایی کشور میشه و در ضمن اقتصاد افغانستان بلند میره. و بر علاوه از این خانواده های افغانستان که محتاج کار هستن، نیازمند هستن، نیازمندی های از او هم سبب استفاده تولیدات وطنی سبب از بین رفتن مشکلات خانواده ها میشه. تیر زیات مننه له مدیر صاحب نه چې موږ ته یو وخت راکاو د خبرونې تر شروع نه تر دې دمه زموږ سره ملتیا وکړه. له کوری ودان سلامت دی اوسی مدیر صاحب، خیلی زیات تشکر که از شروع برنامه و تا ختم برنامه همراه ما بودین و سوالای ما را پاسخ دادین. خیلی زیات تشکر از شما. هم بسیار زیاد تشکر که اقتصاد صنعت افغانستان به پرده نمایش میگذارین که کارتن سبب تشویق صنعتکارای افغانستان میشه و در ضمن سبب نمایش تولیدات وطنی میشه. امیدوار هستم که هموطنان عزیز ما و شما همیشه وقت از کیفی از تولیدات وطنی استفاده کنند. تولید وطن افتخار وطن. تاسو ټولو هیوادوالو هم مننه، لالی جان هم مننه، مدیر صاحب هم مننه چې د خبرونې له شروع نه تر دې دمه چې خبرونه په ختمېدو د دوی زما ملتیا وکوله، دا و نننۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې شوه تر بلې اونۍ چې زه ستاسو په درانه حضور کې د یو بلې فابریکې سره حاضرېږم او د هېواد تولید تاسو ته درپېژنو، د الله په امان.